اخراج بیش از 61 هزار مهاجر افغان در یک ماه گذشته از ایران. طالبان در نیمروز مالیات بر فروش تریاک را تا 10 ماه لغو کردند. تصرف و اشغال وزارت‌های افغانستان توسط خون‌آشام‌ترین دشمن افغان‌ها. منابع محلی در ولایت نیمروز می‌گویند که در یک ماه گذشته بیش از 61 هزار مهاجر افغان از ایران اخراج شده و یا هم به گونه داوطلبانه به افغانستان برگشتند. منابع محلی روز پنجشنبه 3 حمل به روزنامه 8 صبح می‌گویند که در جریان ماه هود 61343 تن از مهاجران افغان از طریق ولایت نیمروز وارد کشور شدند. با گفته منابع شمار زیاد از این مهاجران به گونه اجباری از ایران اخراج شدند. اطلاعات منابع اوکی از آن است که اخراج مهاجران افغانستان از ایران در ماه هود نسبت به یک ماه قبل آن افزایش دو برابری داشته است. بر اساس آمارها در ماه دل و امسال 37,193 تن از مهاجران افغان از ایران اخراج شده و از طریق پل ابریشم در ولایت نیمروز وارد کشور شدند. گفتنی است که اخراج و برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از ایران همروزه بدون وقفه جریان دارد. طالبان در نیمروز مالیات بر فروش تریاک را تا 10 ماه لغو کردند. منابع معتبر در ولایت نیمروز میگویند که طالبان به قاچاقچیان تریاک در این ولایت 10 ماه فرصت دادند تا تریاک‌هایشان را به فروش رسانده و از افغانستان خارج کنند. منابع روز پنجشنبه 3 حمل به روزنامه 8 صبح میگویند که افزون بر مهلت 10 ماه طالبان قاچاقبران مواد مخدر در ولایت نیمروز را از پرداخت مالیات و تکس گمرکی نیز معاف کردند. به گفته منابع طالبان به قاچاقبران تریاک در نیمروز گفتند که پس از مهلت داده شده تصمیم خواهند گرفت که قاچاق مواد مخدر به گونه کامل منع شود و یا خیر. اطلاعات رسیده به روزنامه 8 صبح نشان می‌دهد که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان از هر کیلوگرم تریاک در نیمروز 600 افغانی مالیات می‌گرفتند و اجازه می‌دادند تا تریاک از طریق مرزهای این ولایت به بیرون از کشور قاچاق شود. این در حالی است که در یک ماه اخیر به دستور ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان خرید و فروش تریاک به گونه علنی در بازارهای ولایت‌های جنوبی افغانستان ممنوع شده است. تحلیلگران، وزرا و والیان طالبان پاکستانی هستند. تحلیلگران میگویند که اکثریت وزرای طالبان فقط یک شکل نمونه یا نمادین دارند. با گزارش اسپوتنیک تحلیلگران میگویند که اکثریت وزرای طالبان فقط یک شکل نمونه یا نمادین دارند و در پشت صحنه افراد مجرب و متخصص پاکستانی امور وزارتخانه های افغانستان را اداره میکنند. با گفته این تحلیلگران اکثر وزرا و والیان طالبان از جمله نخست وزیر ملا حسن و هیبت الله آخوندزاده یا تحصیلات ضعیفی دارند یا کاملا بی‌سواد هستند. آنها نه تنها در موارد علوم روز یعنی مانند اقتصاد، بانکداری و سیستم‌های صنعتی چیزی نمی‌دانند، بلکه از علوم دینی نیز خبر ندارند. از سوی دیگر هویت و نسب اکثریت رهبران طالبان مشخص نیست. بجز چند تن از رهبران طالبان، پدر، مادر، قریه و خانواده سایر رهبران طالبان مشخص نیست. آنها می گویند فرد به نام هدایت الله بدری وزیر مالی طالبان بود که روز پیش به دلیل اختلاف مالی با هیبت الله رهبر طالبان از این وزارت برکنار شدند. هدایت الله بدری نه تنها سیستم بانکی و مالی را نمی شناسد بلکه کاملا بی سواد است. این رهبر طالب حتی املا و انشا به زبان پشتو ندارد. سیستم های مالیاتی و بانکی به تعداد زیاد متخصص نیاز دارند. به حسابداران سود و زیان نیاز است. بسیار از فرمول های اقتصادی باز برانگیز نیازمند توصیه دهندگان هستند. هدایت الله بدری که جمع و ضرب را نمی فهمد هرگز صلاحیت امور مالی و بانکی را ندارد. حقیقت این است که پشت وزرای طالبان منشی‌های بزرگ پاکستانی هستند. امضا و تصویر هدایت الله بدری منتشر می شود، اما تصمیمات بانکی و مالیاتی در پشت صحنه توسط باداران پاکستانیشان گرفته می شود. صدر اعظم روسیه هدف اصلی تحریم‌های ضد روسیه غرب را افشا کرد. میخائیل میشوتسین صدر اعظم روسیه اظهار داشت غرب هنگام اعمال تحریم‌ها سعی کرد اطمینان دهد که تحریم‌ها علیه شهروندان روس نیست، اما اکنون همه درک میکنند که مردم روسیه هدف اصلی بودند. با گزارش اسپوتنیک میخائیل میشوتسین امروز پنجشنبه برای ارائه گزارش از عملکرد دولت روسیه در سال 2022 در دو ماه مجلس نمایندگان پارلمان روسیه سخنرانی کرده است.
صدر اعظم گفت غرب در اول تلاش کرد تا اطمینان دهد که تحریم ها علیه شهروندان ما نیست، اما توهمات خاصی در این زمینه وجود نداشت. اما اکنون حتی یک فرد دور از سیاست های جهانی نیست میفهمد که از هدف اصلی دقیقا مردم روسیه بوده است. پس از آغاز عملیات نظامی خاص برای غیر نظامی کردن و نازی زدایی اوکراین، غرب فشار تحریم ها را بر روسیه افزایش داد. اختلالات در زنجیره تامین باعث افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی در اروپا و ایالات متحده آمریکا شد. افزایش هزینه های زندگی میلیون ها خانواده را تحت تاثیر قرار داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که سیاست مهار و تضعیف روسیه یک استراتژی طویل مدت برای غرب است و تحریم ها ضربه جدی به تمام اقتصاد جهانی وارد کرده است. دید و فریاد ناشی از مهمات اورانیوم ضعیف شده در بوسنی، یوگوسلاوی و عراق. عواقب استعمال مهمات با اورانیوم ضعیف در بوسنی، یوگوسلاوی و عراق بسیار دردناک است. یکی از اعضای تیم تشعشع یک مرمی 30 میلیمتری زیرپوش هاوی اورانیوم ضعیف شده را در دست دارد که توسط ناتو در حملات هوایی به بوسنی در سال 1995 استفاده شد، که در یک کارخانه نظامی سابق در حومه اوگوسکا نزدیک ساریو 15 جنوری 2001 پیدا شده است. سربازان پرتغالی و ایتالیایی KFOR سطح تشعشعات را در نزدیکی یک تانک قوای یوگوسلاوی که در جریان بمباران ناتو در شهر کرینا در غرب کوزو در روز سه شنبه 9 جنوری 2001 منهدم شده است ارزیابی میکنند. نگرانی های وجود دارد که ممکن مورد ابتلا به سرطان خون در میان حافظان صلح که در کوزو خدمت میکردند مرتبط باشد. اورانیوم ضعیف شده موجب در بمب‌های مورد استفاده در عملیات هوایی ناتو است. علا سلیم 4 ساله که از تومور در چشم رنج میبرد در حالی که منتظر داروی از دوشنبه 15 جنوری 2001 در شفاخانه کودکان گزوان در شهر بصره در جنوب عراق در حدود 60 کیلومتری روی تخت خود دراز میکشد. مقامات عراقی ادعا میکنند که حدود 300 تن بمب با اورانیوم ضعیف شده توسط نیروهای متفقین در جریان بمباران جنگ خلیج فارس استفاده شده است و این عامل افزایش موارد سرطان در این منطقه است. با گفته دکتر جوال العلی مشاور ارشد سرطان بیمارستان آموزشی بصره و عضو کالج سلطنتی دکتران در لندن، موارد ابتلا از سال 1991 تا کنون 12 برابر شده است. قوای ایالات متحده آمریکا سرجیو کاردیناس از گروه های چالی اسکندک 221 فرقه 4 پیاده نظام بیش از گلوله‌های 25 میلیمتری اورانیوم ضعیف شده 11 فوریه 2004 در پایگاه خود در تکریت 180 کیلومتری شمال بغداد استفاده است. سربازان در حال تهیه موجود مهمات بودند که می‌خواستند بسته‌بندی کنند تا به خانه در ایالات متحده بروند. سربازان پلیس نظامی رومانیایی که در بوسنی به عنوان بخش از نیروی اجرای صلح و رهبری ناتو خدمت میکردند، خون خود را برای آزمایش در شفاخانه نظامی بخارست 5 شنبه 11 جنوری 2001 جمع‌آوری کردند. وزیر دفاع رومانیا امر آزمایش تمام اردوی رومانیا را صادر کرد. پرسنل دگیر در ماموریت‌ها در یوگوسلاوی سابق برای تعیین اینکه آیا مورد از مناطقی که از تسلیحات اورانیوم ضعیف شده استفاده می‌شد وجود دارد یا خیر.